رضا شفیعی جان یکی از چهره‌های محبوب طنز در تلویزیون و سینمای ایران، نه تنها در دنیای هنر بلکه در زندگی شخصیش هم با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. این بازیگر توانمند با کاراکترهای بیاد ماندنی که خلق کرد جایگاه خاصی در قلب مردم پیدا کرده، اما در طول این سالها با حواشی‌های مختلفی هم دست به گریبان بوده که گاهی زندگی حرفه‌ای و شخصیش رو تحت تأثیر قرار داده است. در این ویدیو به این حواشی مهم رضا شفیعی جان می‌پردازیم و ببینیم چه اتفاقاتی برای او در این سال‌ها رخ داده است. در ادامه به همین موضوع می‌پردازیم، اما قبل از اون اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. رضا شفیعی جان در سال 1351 در تهران متولد شد. پدرش تهرانی و مادرش کرمانشاهی بود. از همون دوران نوجوانی علاقه زیادی به بازیگری داشت و خیلی زود وارد این حرفه شد. اولین حضورش در صحنه تئاتر و بعد از آن در تلویزیون بود که توجه خیلی ها را به خودش جلب کرد. این شروع مسیر طولانی برای رضا بود که بعدها به یکی از چهره‌های برجسته طنز ایران تبدیل شود. بعد از پخش موفقیت آمیز برنامه ساعت خوش که یکی از اولین مجموعه های کمدی تلویزیونی ایران بود، باعث شهرت بسیاری از بازیگران آن از جمله رضا شفیعی جان شد. او به همراه دیگر بازیگران این مجموعه مدتی با ممنوعکاری روبرو شدند. دلیل اصلی این ممنوعکاری این بود که مسئولین نمی‌خواستند چهره‌ای در آن زمان بیش از حد محبوب شود. شفیعی جان بعد از این اتفاق مدتی نتوانست در پروژه‌های تلویزیونی حضور پیدا کند، اما پس از مدتی با کارهای جدیدش به تلویزیون بازگشت و محبوبیتش را دوباره به دست آورد. رضا شفیعی جان در سریال‌های زیادی بازی کرد، اما چیزی که باعث شد واقعا بین مردم شناخته بشه ایفای نقش بامشاد در سریال نقطه چین بود. این کاراکتر به قدری معروف شد که هنوز هم بعد از گذشت سالها مردم با همون لقب بامشاد صداش میزنن. نقش های دیگه ای هم داشت، مثل حضورش در سریال پاورچین و بدون شر که هر کدوم باعث شد بیشتر از قبل توی ذهن مردم باقی بمونه. طی سالهای فعالیتش رضا شفیعی جان با کارگردانهای بزرگی مثل مهران مدیری همکاری داشت. همکاری با مدیری در پروژه‌هایی مثل پاورچین و نقطه چین خیلی به معروف شدن رضا کمک کرد. البته این همکاری فقط به تلویزیون محدود نمی‌شد و رضا در سینما هم با چهره‌های برجسته‌ای همکاری داشت. یکی از بزرگترین حواشی زندگی شخصی رضا شفیعی جان ماجرای ازدواج و طلاقش بود. رضا سالها پیش ازدواج کرد، ولی متاسفانه این رابطه به طلاق ختم شد. او خودش درباره این موضوع بارها صحبت کرده و حتی در برنامه شام ایرانی با ناراحتی از حواشی مربوط به جداییش گله میکنه. رضا گفته بود که تمام پول زحمت 20 سالش رو برای 6 ماه زندگی مشترک از دست داد. یکی از نکات مهمی که رضا بهش اشاره کرد مربوط به افزایش قیمت طلا توی همون زمان بود، طوری که مجبور شد خونش رو بفروشه تا مهریه همسرش رو پرداخت کنه. همچنین گفته بود که خانواده‌اش از خانواده‌های سنتی هستند و طلاق در خانواده‌شون خیلی کم اتفاق می‌افته، ولی به هر حال این اتفاق براش افتاد. رضا شفیعی جان همیشه از وضعیت سینما و تلویزیون ایران انتقاد کرده و بارها گفته که کارهای تلویزیونی و سینمایی ایران دیگه اون کیفیت و جذابیت گذشته رو ندارن و برنامه سازان خیلی بیشتر باید به فکر مخاطب باشن. انتقادهای رضا به حدی بود که حتی باعث شد مدتی از تلویزیون فاصله بگیره و کمتر در پروژه‌ها حضور داشته باشه. حضور رضا شفیعی جان در برنامه‌های زنده تلویزیونی همیشه پر از اتفاقات جنجالی بوده. یکی از این موارد حضورش در برنامه تلویزیونی بود که در آن خیلی صریح درباره زندگی شخصیش و مشکلات مالی صحبت کرد. این مصاحبه خیلی سریع در فضای مجازی پخش شد و بازتاب زیادی داشت. از طرفی شفیعی جان همیشه در مصاحبه‌هاش خیلی رک و بدون تعارف حرف میزنه و شاید همین صراحتش باعث شده که بارها مورد انتقاد قرار بگیره. یکی دیگه از حواشی زندگی رضا شفیعی جان تغییرات ظاهری و افزایش وزنش در سالهای اخیر بوده. خیلی از طرفداراش در فضای مجازی در مورد این موضوع صحبت کردن و حتی عده‌ای ازش انتقاد کردن.
کردن. رضا خودش هم توی مصاحبه‌ای درباره این موضوع گفته که به خاطر استرس‌های زیاد و فشار کاری به این وضعیت رسیده و داره تلاش می‌کنه که دوباره به فرم قبلی برگرده. بعد از سالها فعالیت مستمر، رضا شفیعی‌جم یه دوره طولانی از تلویزیون و سینما دور موند، اما این غیبت طولانی باعث شد خیلی‌ها فکر کنن که رضا دیگه قصد نداره به دنیای هنر برگرده. اما شایعات درباره بازگشتش به تلویزیون و سینما کم کم بالا گرفت و رضا هم توی چند مصاحبه اعلام کرد که به زودی با یه پروژه جدید برمیگرده. اون توی این سالها بارها از تلویزیون و سینما دور شد، ولی هر بار شایعاتی درباره بازگشتش مطرح شد. بعضیا میگفتن اون به خاطر مشکلات شخصیش نمیتونه توی پروژه های جدید حضور داشته باشه، ولی رضا همیشه این شایعات رو رد کرده و گفته به خاطر دغدغه های کاری و هنریش مدتی دور بوده. آخرین مورد حواشی زندگی رضا شفیعی‌جم شایعاتی بود که درباره رابطه او با برخی از چهره‌های سرشناس کمدی مطرح شد. خیلی‌ها فکر می‌کردند که رضا به خاطر اختلاف با کارگردان‌های مشهور از تلویزیون فاصله گرفته، اما او این شایعات را رد کرده و اعلام کرد دلیل اصلی غیبتش مشکلات شخصی و خانوادگی بوده. شفیعی‌جم همیشه دیدگاه‌های خاصی درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران داشته و این دیدگاه‌ها رو خیلی صریح توی مصاحبه‌هاش بیان کرده. او بارها از وضعیت فرهنگی کشور انتقاد کرده و گفته که نیاز به تغییرات جدی در این حوزه احساس میشه. این نظرات و صحبت‌هاش همیشه باعث بحث‌های زیادی بین طرفدارها و منتقدینش شده. این بود مهمترین حواشی زندگی رضا شفیعی‌جم، هنرمندی که با کارهای کمدیش خنده رو به خونه ما آورد، اما خودش توی زندگی شخصیش با چالش‌های زیادی روبرو بوده. زندگی هنرمندان همیشه پر از اتفاقات عجیب و غریب هست و رضا شفیعی‌جم هم از این قاعده مستثنا نیست. امیدواریم که رضا دوباره با قدرت به صحنه تلویزیون و سینما برگرده و بتونیم کارهای جدیدش رو ببینیم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعدی، بدرود.